با سلام به شما عزیزان، امروز میخوام یه دسر انار درست کنم، دسر پاناکوتای انار. برای این منظور من نیاز به 1.5 لیوان شیر، نصف پیمانه یا همون 100 گرم شکر، 100 گرم خامه که میشه نصف بسته های صبحونه صورتی، 1.5 قاشق غذاخوری پودر ژلاتین، 1/4 قاشق چایخوری وانیل، یه دونه انار دون شده و برای ژلش یه ژله انار یه بسته که 100 گرم میشه، یا اینکه ژله قرمز فرقی نمیکنه، هر ژله قرمزی که داشتین، 1 لیوان آب جوش سرخالی و 1 لیوان آب سرد سرخالی یا همون پیمانه. شیر رو داخل ظرفی که بتونم روی حرارت بذارم میریزم. پودر ژلاتین رو روی اون میپاشم. یه مقداری همیش میزنم تا حل بشه، یه مقداری شکرم بهش اضافه میکنم. مخلوط شیر رو روی حرارت میذارم و هم میزنم تا یه مقداری گرم بشه و پودر ژلاتین و شکر حل بشن. وقتی احساس کردین که یه مقداری پودر ژلاتین حل شده و دور شیر شروع کرده به دون زدن، خامه رو اضافه میکنیم. هم میزنیم خامه هم یه مقداری حل بشه. وانیل رو اضافه میکنم. و زمانی که احساس کردم شیر میخواد جوش بیاد، از رو حرارت برش میدارم. اگر خواستید مثل من دسرتون رو تو قالبی بریزین که زمانی که قالب رو برمیگردونین و دسر رو خارج میکنین یه تو رفتگی گودی این قسمت داره، اول من کرم رو میریزم برای این منظور. اما اگر مثل قالبای دیگه سطح پایینش صافه، منظورم از صاف این شیارا نیستش ها، بدون این شیارا در نظر میگیرم، سطح پایینش صافه و زمانی که دسر رو برگردونین همین شکلی باقی میمونه، اول انار رو میریزیم توش. حالا زمانی که من اینو از قالب در بیارم و انار رو بریزم رو قسمت گودی متوجه میشین. حدود 1 پیمانه از کرممون رو داخل قالب میریزم. این قسمتی که دیرتر پر شد همون قسمتیه که از اون ور حالت گودی داره و بعد اونو توی یخچال برای مدت 20 دقیقه میذارم تا زمانی که یه مقداری خودشو بگیره. به پودر ژلمون 1 لیوان آب جوش رو اضافه میکنیم. و اونو هم میزنیم تا کاملا پودر ژله توی آب جوش حل بشه. و وقتی کاملا پودر ژلمون توی آب جوش حل شد، یه پیمانه آب سرد رو میریزیم.
زمانی که کرممون یه مقداری بست، نمیخوایم کاملا صفر بشه، یه مقداری ببنده. لایه بعدی رو روی اون میریزیم که ژله قرمزه. اینو با آرومی بریزین که توی لایه قبلی نفوذ نکنه. هر مقداری که خواستین قطر ژله‌تون باشه، برای من این مقدار کافیه. حالا اونو دوباره توی یخچال میذارم. یک دوم پیمانه یا همون لیوان از این مایه ژله نگه میدارم برای روی انارامون. اما اگر تو قالب ساده ریختین دیگه نیازی به این کار نیست، چون از اول انار رو میریزین تو قالب و ژله قرمز رو روش میریزین. بعد از اینکه لایه ژلمون بست، دوباره از کرم میریزیم، یعنی تمام کرم رو روی ژله میریزیم. اونم به آرامی که لایه زیر رو نشکافه. و بعد اونو دوباره داخل یخچال میذارم. لایه کرمم یه مقداری بسته. حالا آخرین لایه ژله رو میریزم و اونو دوباره توی یخچال میذارم تا کاملا ببنده. بعد از اینکه دور دسر رو با یه کارد تیز به این شکل باز کردم، اونو حدود 10 ثانیه توی آب گرم یا 3 شماره توی آب جوش باید بذارین، که من توی آب گرم میذارم، معمولا توی آب جوش نمیذارم و برش میدارم. حالا ظرف دسر رو روش میذارم و اونو بر میگردونم. این اون قسمت خالیه که بهتون گفتم، یه حفره ایجاد شده. حالا اینو با انار پرش میکنم. سطح اونو با قاشق یه مقدار فشار میدم تا صاف بشه و بعد باقی مانده ژله انار که یه مقداری هم خودشو گرفته به دلیل اینکه دائم هم زدم کامل نبسته و بیرون از یخچال بوده، همچنین یه مقداری رو تمام سطح این میدم تا انارمون رو فیکس کنه. بعد اونو میذارم داخل یخچال تا این ژله قسمت بالا هم کاملا ببنده و برای سرو آماده بشه. دوستان عزیز، پاناکوتای انار آماده شده. یه دسر خیلی خوشمزه و خوب که از اون میتونین از مهموناتون مخصوصا شب یلدا پذیرایی کنین. خدا نگهدارتون.